من اون وقتی میشه آقاله دو سمیار گذاشته تو سید میشه بازی سیاسی هم تو داشتی بازی میکری هم ما من سر حالا قضیه برزم که من مهم بوده اینا خیلی با اساتیده مختلف صحبت کردم با دکتر قفرانی صحبت کردم اساتیده همینجا با اساتیده دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه مختلف صحبت کردم بعد امروز شما که مجلس والله قسم جلال خوردید من خیلی متعجب شدم کند شدن که خب طبیعتا خب برای خیلی از مردم کند میشه آخه بس که داره کند چی تعریف کنم ببینید شما یه زمانی هست برید یه کارایی میکنید بالا خیلی کارام شده برید سانتریفیوژ یک بسازید برید یه کاری بکنید این اگر اون اسمشو حرکت هسته‌ای میذارید اون وقت اون اختلاف داره اما این شما یه زمانی هست دیگه وارد یه فاز جدیدی میشید که برنامه هسته‌ایتون رو با یک توجیه اقتصادی و کمرشال رو برید جلو و این رفع همجوری که نمیش کن ما الان نمیش این الان درستان نمیش کن همین در این توسعه دیگه نه خواهد هم با سرداری تا عبد دیگه یعنی تا 15 تا نبست بدون ایش پس داری تا میان یعنی تا عبد دیگه ببینید باز سرداری باز سرداری الان من خواهم باز سرداری اولا ما یه بار باز سرداری کردیم در جنگ کردیم بهشون هم گفتیم و باز پس ما پروسس باز سرداری رو بلدیم داکیومنتد شده سر جاشو یعنی اگر یه روزی ما اراده بکنیم بریم باز سرداری بکنیم یه چیزی نیست که بخوام بریم کشف کنیم راهش رو پیدا بکنیم نه ما این کارو کردیم متال اورانیوم هم ساختیم پس این کارو کردیم بعد گذاشتیم کنار خودمون با آژانس اعلام کردیم که آقا ما دیگه متال اورانیوم نمی‌سازیم ما دیگه باز سرداری نمی‌کنیم 10 سال پیش حالا پس اینا رو بلدیم حالا ما الان پول و تونی میخواییم بازپروری کنیم بده پول و تونی هم فقط بازپروری کنیم من هم به سوال هم اینه شما یه چیزی رو که نداری باشه تا 15 سالش قبول داری تا عبدش نه تا عبد نیست آخه ببین بدون هیچ قصدی در ادامه های دیگه حالا این بقیهش دیگه ببین شما یه حالا این دیگه بحث حقوقی میشه دیگه من چیز اولا این قسمت شما مربوط نیست ولی مربوط میشه به آقایون سیاسی و اون ولی لاقل ما اینو میدونیم یه جا شما میگی commitment یعنی تعهد من ملتزم به این کارم یه جا میگه I intend intend یعنی من intend بکنم حالا برید تو دیکشنری بیارید اونید intend چیه من intend میکنم مثلا این کارو بکنم اگر نکردی اما اگه بگی I commit myself to do this این یعنی که تو متعهدی اما I intend من نظرم اینه که این کارو بکنم اونا نظرم اینه من نگفتم تعهد میکنم چسته همینه نوشته ببینید بله چرا اولش می نویسه تا 15 سال من بازپروری نمی کنم پس چرا می نویسه تا 15 سال از اون به بعدم من انتند ندارم اما شاید انتند داشته باشم بعد از 15 سال اما شایدش نهی ندارم بعد حاضر من تازه یه نکته هم من پس تا 15 سال اولش چیه اگر این طوریه ما از اول می نوشتیم ما forever we will not do reprocessing از اول می نوشتیم چرا می نویسیم نه منطق شما دانشجوی دانشگاه هستی بس منطق داشتی میشه هر اینکه ما که با دبار پسان صحبت نمیکنیم یه بار صحبت کردیم رفتیم هم دفیق شد ببین من میگم تا 15 سال اینجوریه چرا میگیم تا 15 سال برای اینکه تا 15 سال کمیت کردم من تا 15 سال از اون به بعد من انتن ندارم انتنشن ندارم اما کمیت ندارم انتنشن ندارم فعلا انتنشن ندارم فعلا انتنشن ممکنه بعدا انتنشن داشته فعلا این وسیله هم ونه بلند مدت که داریم آره خب بعد بعد ممکنه توی ایران بعد از 15 سال حالا ما که به قول اون آقا گفت ما که زنده نیستیم برای اینکه متوسط عمر ایرانی 72 سال ما 66 سال اون موقع ما مردی کن ولی اون کسی که زنده است این کسی که زنده است میاد تصمیم میگیره یه آدم عاقلی میاد اونجا دیگه بالاخره میگه آقا من اصلا فرق میکنه من برم توی بازپروری اصلا یه چیزی بازپروری الان شده مقدس الان سانتیفیوژ نسل یک رو من وقتی میگم آقا این بازدهیش پایینه میگن آقا آقای سالهی توهین کرده به خواست یعنی سانتیفیوژ شده یه چیز مقدس این آقا دستمال الان بکشیم بزنیم به خودمون بزنیم حرفی آخه نه من صحبت هم سایی نیست اینا خودمون بچه های خودمون آخه ما دیگه خودمون یه چیزی ساخت نیست مجسمه سازه قدیم که بعد عبادت میکردن اون مجسمه رو یارو خودش مجسمه رو ساخته بعد میرسیم به سلام و علیکم من سایی دکتر صحبت میکنم دکتر علمی مرتعید شما هستم
اگه خب البته اگه از من تعهد گرفتن که هیچ از این حرف دیگه بحث تعهد گرفتن که رسانه‌ای نکنم من خود رو به طریق رسانه‌ای نمیشم ولی این که یه سایت دارم گفتن که اینجور سر زمینی که شاید چند با ما زمینی که خون نیمو بحث کنیم بعد اگه خوش گفتن که ببین من قبول نمی جام زهره ولی خب جام زهر مجبوریم بریشیم آیا دیگه این دیگه هم گفتن سال دوستان تایش کنش که میتنجا زهر ممکن باشه ولی برای تایش جام زهر مجبوریم هم نمیشیم ساده این نبیریم بعد اگه شما چون که آقا چکرم ها الان چون که از ابتدای این یعنی قبل از اینکه آقای روحانی اصلا بدون این چیه قبل از اینکه آقای ظریف اصلا متولد بشه قبل از اینکه اینا بودن توی زمینه بودن دیگه من نماینده ایران بودم تو آژانس اصلا اینا هیچ کدوم هیچ مسئولیتی نداشتن اینا با این زندگی کردیم متولد شدیم ما میدونیم اونا چی میخوان آمریکایی‌ها میگفتن چی تا حالا چرا چیز میکردن میگفتن شما حق غنی‌سازی ندارید دیگه حضرت آقا اینو به وضوح توی فکر کنم عید فطر گفتم بالاخره تحمیل کردیم بار اونها که شاهد چرخش هزاران سانتریفیوژ باشن 5000 سانتریفیوژ یک دونه ما رو قبول کرده بودیم 12 سال پیش 10 تا سانتریفیوژ داشته باشیم بالاخره اصلا تحقیق بکنید فقط گفتم الان 5000 سانتریفیوژ ما تو نفس خواهد چرخید هزار توی فردو خواهد ما دوباره میخوام چی؟ بعد مثلا میگم آقا وقت من خودم رفتم به حضرت آقا گفتیم 190 هزار سو اینا خودم خب حضرت آقا فرمودم باید تا 190 هزار سو حد اقل موچه سو حالا یه عده دوستان اومدن آقا چرا ما 190 هزار سو میگم آقا الان ما 190 هزار سو الان من دارم من الان یه عصای موسو دست من اونجوری اینجوری میکنم شما 190 هزار سو دارم 190 هزار سو میدونید چقدر خوراک میخواد دیویست و هشتاد هزار کیلو خوراک در سال میخواد 190 هزار سو از کجا میخواد؟ آمریکایی تا خوشش میاد ما الان 190 هزار سو داشته باشیم در اینکه یه سال کار میکنه بعد تموم میشه بعد دیگه اصلا کل سیستم هستی یک کشور میخواد برای اینکه مواد اولیه نداریم اورانیوم طبیعی نداریم فکر نشده رو نشه داشته باشیم نه بگه نه فکر شده که بریم نمیفوشن واسه از خارج ما که نداریم مثل نفت ما همه چی نداریم تو داخل حالا داریم توی داخل ما رفتیم اجازه گرفتیم با هواپیما با فلان داریم کل ایران رو میدویم داره یه چیزایی پیدا میشه ولی تا این پیدا بشه تا ما اینو بینیم استخراج بکنیم تا بتونیم سالی 300 تن 400 تن هر دفعه استخراج کنیم آه. آه. به طور طبیعی هم اگه هیچ محصول نه الان اگه بوده 590 هزار سو بسیدیم همین الان با ماشین سانتریفیوژ ما الان روزی 60 تا روزی 60 تا الا 70 تا ماشین سانتریفیوژ میتونیم بسیدیم الان فرض کنیم روزی 50 تا برای 250 تا ضرب در 50 تا 250 روز در سال اگه کار بکنیم ضرب در 250 تا میشه چه 250 تا ضرب میشه 125 هزار در سال ما میتونیم سو تولید بکنیم با ماشین آی آر یک دو سال میشه مال آی آر یک اونه اونم فرسیه یعنی میتونه که میدونی پنج نه یعنی اگر بخوای با آی آر یک حالا همین که یعنی ما دو ساله میتونیم با آی آر یک آی آر دو هم که دیگه بهتر چون که تعدادش کمتر میشه آی آر ایت که دیگه بهتر چون هرچی میده نصف بالا فرق قدرتش بیشتره تعدادش کمتر بس رو بیشتر من به قطعی جزاد ندارم من ولی من باید این حقیقت رو داشتیم بهترین چیز این بود که اونو با ما کاری نداشتیم ما هر کاری دوست داریم بکنیم و اونا به ما کمک بکنن این که خیلی عالیه این خیلی عالیه کسی مخالفه این بود ولی بشید داره انجام بدونیم یعنی بگیم آقا ما ریاستور عراق اون هر طوری که میخوام باشه یه دونم شیکش رو به ما بدید نفنز اونم همین جوری باشه یه دونه بهترش هم به ما بدید نمیدونم فلان هم بدید با ما تحریم هم بردارید دست ما هم ببوسید استاهی هم بکنید چه خیلی عالیه هیچ کس مخالفه این نیست که ما مخالف هیچ کس مخالف ولی خب واسه همینه 12 سال داره مذاکره میشه اونا از کجا شروع کردن که هیچی نداشته باشی خب ایران بالاخره گره خب اگه همین جوری اومدن جلو خب جاداش بدن بندازن
من الان فنی سازیمون سر جاشه، آب سنگینمون سر جاشه، تحقیق توسعه‌مون سر جاشه. مثلا آب سنگینمون تا 15 سال و باز بدون داشتن تحقیق برای ادامه آن که الان بحث شده. آب سنگین ریاکتورهای دیگه حق نداریم بسازیم دیگه. ریاکتور بجز باز دوباره خودت داری میگی تا 15 سال بعد از اون دیگه حق نداریم بحثی برای بعد آن. اون جملهش این حالا شما اون جمله رو اگه این دست درست کنیم جمله رو دیگه شما خیالت راحت میشه. اگه این جمله هست بشه حد بشه دیگه بقیه هیچ مشکلی نداری دیگه. اگه اینو برد دیدیم میرم اون تیکش حل میشه. اگه بازم مشکلت دیگه هم هست بعد آی دکتر رفتید یه چیز بگیم که میخواستم بگم این بحث تحقیق و توسعه واقعا بحث جدی، یعنی من به شخصه خیلی دغدغه شدم چون الان احساس میکنم که طی این فرآیند یه جمع خوبی از دانشمندای ما، این اتفاقی که بارها افتاده ها، یعنی توی دانشگاه خودمون باز بخونه اینجایی که کسی ضبط نکنه مثلا سر این اتفاق افتاد که ساخته شد اومد رونمایی بشه یهو گلش گرفته شد و یه جمع 40-50 نفری که از متخصصین روی اون کار کردن الان فقط 10-15 تاشون موندن بقیهشون اصلا خارج گفتن تو کشور فایده نداره کار کردن. من دقیقا این چند مسئله هست دیگه الان احساس میکنم که با این تعهدات خیلی جدی این اتفاق میفته چون خیلی ها این احساس خوب گفتی یک احساس و یک توهم که شما داری، شما که توی مسئولیتی نیستی، شما ببین الان داری یه برداشتی میکنی مثلا فکر میکنم مثلا در فلان جا الان یه اتفاقات اینجوری داره میفته تو دانشگاه شهید. خب ما اینجوری خب پس اگه میدونی که تو داریم خیانت میکنی اگر نمیدونی ببین شما چرا آخه ببین شما خودت تو باید جای خودت بذاری. این مملکت رهبر داره، نظام داره، مجلس داره، دولت داره، وزیر داره، رئیس جمهور داره، چیز داره. بعد این مملکت آدمی ببینید ماها عزیز من، ما که تازه از زیر بوته که نیومدیم بیرون، که ما تو همین دانشگاه صنعتی شریف 50 ساله که داریم کار میکنیم. نه یعنی شما هی نگرانی، میگم عزیز من حرف این نفر قبول کن. آخه توی ارتش هم اینجوریه، شما میگی آقا پشت اون کو من نگرانم، یه طرف فرمانده میگه آقا من با پهباد رفتم یا با یه چیزی رفتم یا یه کسی اومده من اطلاع داده پشت اون کوی چی نیست. اگر من خودم شما قبول کن دیگه الان میری رفی مونی هست اوکی، ولی شما بس حرف یه کسی رو قبول کنی، شما حرف خودت رو مبنا قرار میدی بعد میگی تا من بگونم عین الیقین نشه من تمام خوب اینا نمیشه. نه من از این نکته شما گفت تو خیلی نکته خوبی بود تو مارکت گفتید که سرکند شدن این بعد بدون تعریف اون از سرکند شدن چی بعد اختلاف نظر. خب شما یه چیزی تعریف میکنید، خب من بحث سر اینه که ما صنعت هستی چقدر بهش ارزش قائلیم، یعنی اگه این موقع میگیم که خودش همین حد در حد خودش در حد که توجیه پذیر باشه، ما که نمیخوایم اموال کشور رو، شما الان میبینید واسه همین صنعت هستی که باید اصلا خودم توشم دیگه آخه چه ما این همه هزینه دادیم قبولم داشتیم باید سیم میدادیم. خب هزینه واقعی ما کم بوده، یعنی ما پولی که هزینه کردیم از بودجه دولت خیلی نبوده برخلاف تصور مردم، هزینه ثانویش زیاد بوده، یعنی تحریم ها اونا هم به هزینه گذاشت دیگه، اینا بالاخره مملکت رو با مشکل رو برو کرد، صنعت نفت ما عقب افتاد، صادرات نفت ما عقب افتاد، نمیدونم چی افتاد، اینا همش هزینه است. برای چی دادیم؟ اونا میگن برای هستی اونا، ما که اعتقادمون اونا به خاطر مسائل انقلابه، ولی حالا ما کاری به چیز نداریم، اونا میگن واسه مسائل هست داریم هزینه میدیم. اما از حالا به بعد که داریم مسائلمون رو حل میکنیم، ما حالا دیگه بایستی با توجیه اقتصادی بریم جلو، مثل همه جای دنیا. ما همینجوری که نمیتونیم نیروگاه بسازیم، ما همینجوری که نمیتونیم سانتریفیوژ بسازیم، ما باید ببینیم چه سانتریفیوژ، چه تعداد سانتریفیوژ، با چه وضعیتی. ما همینجوری بریم تو خم خمره چی؟ الان 25 سال ما داریم آی آروان میسازیم از سال 68، نه که میسازیم از اون سال وارد کردیم، یعنی قاچاق آوردیم تا بسیم 25 سال یک سو تراحیش سه سو بوده، یک سو 25 سال. خب ببینید اینا یه چیزی نیست. اون وقت دوستان میگن ما جهادی کار میکنیم، ما 6 ماهه اینا درست میکنیم، چه حرفیه؟